دوستای عزیز سلام، امیدوارم هر جای از دنیا که هستین جور و صحتمند باشین. راضیه کاشفی هستم و میخواهیم که با زبان و فرهنگ کشور ما افغانستان بیشتر آشنا شویم. زبانها روح بشریت و میراث معنوی بشریت است. مهم نیست که ما در کجای این دنیا زندگی میکنیم، مهم این است که فرهنگ و زبان مادری خود را زنده نگه داریم و به دست فراموشی نسپاریم. مردم کشور ما افغانستان بسیار یک مردم دلسوز، مهربان و مهمان نواز هستند. آنها تمام تلاش خود برای مهمان نوازی انجام میدن و بدون هیچ کدام چشم داشتی با تمام وجود و با خوشحالی از مهمانان پذیرایی میکنن. مردم افغانستان مشهور هستند به مهمان نوازی. فرهنگ و زبان ما از قدمت 5000 ساله برخوردار است و این مهمه که تمامی زبانهای ما زنده نگه داشته شود و ما باید برای زنده نگه داشتن زبان مادری خود نهایت تلاش خود انجام بدیم. تمام زبانها، لهجه ها و گویش های مردم سرزمین ما زیبا و دلنشین است و یکی از این گویش ها زبان شیرین هزارگی است. هزارگی تنها یک گویش نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی از هویت مردم هزاره هاست و ما در اینجا می خواهیم که با زبان هزارگی بیشتر آشنا شویم. خب، درس اول را از سلام و احوالپرسی و آشنایی شروع میکنیم. ناگفته نمانه که بعضی از کلمات و جمله ها در بعضی از مناطق هزارجات متفاوت است. مثلا پرسان کردن نام شخص، مردم غزنی، نام تو چیه؟ مردم بهسود چیز نام داره؟ مردم دایزنگی نام تو چیز خاله؟ مردم دایکندی سنام داره؟ مردم در ترکمن میگن که نام تو سایه. و البته تمام مردم هزاره همه ای گویش ها را میفهمند. خب شروع میکنیم از سلام و احوال پرسی. سلام. سلام علیکم، چطور هستی؟ شکر خوبم، یا که هستم یک دم غلیمت. نام شما چیست؟ چیز نام داره یا نام تو چیه؟ نام ما راضیه. نام ما راضیه. نام ما راضیه. نام ما راضیه. از کجا هستی؟ جای تو از کجایه یا از کدام مردم هستی؟ ما از بهسود. ما از بهسودم. شغلتان چیست؟ چیز کار مونی یا در چیز کار هستی؟ خانه‌دار هستم. خانه تویم. از آشنایی شما خوشحال شدم. از دیدن تو خوش شدم یا که خوش شدم تو را دیدم. خدا حافظ. با امان خدا. یا که پناه تو در خدا، یعنی خدا نگهدار. خب دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه. رسیدیم به پایان درس اول از سلام و احوال پرسی و در درس بعدی با کلمه ها و جمله های جدید آشنا میشیم، مثل معذرت خواهی، تشکر کردن، جواب مثبت و منفی دادن و و و. روزتان خوش، وقتتان بخیر.